کسی که کینگ آف لبخند است، به گفته خودش پادشاه لبخند میتونیم برش بگوییم که پادشاه رشخندی لبخند. قصیب جان ابراهیم همکار عزیز ما، سلام، صبح بخیر عزیز، خوب هستین؟ صحت مند هستین لیما جان؟ صبح بخیر، خوب هستین؟ بخیر، خوش باشین، خوشیم، خوب هست. در آخو کدام مشکل پیش نشد مرتان تا اینجا کام بدین؟ با خواب خیال لیما می آمدم، دریوار هم میدم. صبح بخیر والا خاتون، چیال دارین؟ خوب هستین؟ پدر رادا خوب هست؟ ایسا جان چیال دار؟ دیگه چی گپا؟ دیگه چی گپا هست؟ از جاسب چی گپا هست؟ من فکر کردم تا تو به شب شد چشتا باشید در مورد من سرچ کردم باشی یک رقم خاموش باریم مالو باشی بگوی که من میمان شماستم. نه من آجاد به سرچ ندارم، من طرف ببینم اوتومات گوگل باری گپا. خب یکی موضوعی که زیاد از خوشو از دیشب تا حال موضوع خوشو زیاد بوده، برنامه تام دیدیم که موضوع خوشو زیاد یاد شد. اول امیر بر ما بگو که بالاخره امی واقعا چه وقت حل میشه این موضوع و صاحب خوشو میشی؟ بله ادید کدام کس رو زیر نظر؟ طرف لیما میرخم سایل نکن. نه خوزه خوب بختر ازی که ای ترا تصمیم من نیست، این حال شما میتونید که از طرف دسترازا از لیما پرسان کنید که چه وقت صاحب خسرو میشه؟ اون وقت من صاحب خوشو میشم. لیما جان تصمیم خود گرفت صاحب خوشو شده اینه؟ اینه راست میگه. خب ایسا صاحب خوشو و خسر همزمان دشمنی ما خیلی کتبه چه مریم رقیب بسر مریم. خودت داروسی کردی از یار سبروزی هستی؟ شدیدن؟ چرا اگر رقم ترسنده خب من میفهم شاید ینگی ممیل از بیننده باشه. من بسیار راحت هستم. خوش هستی؟ عکس شاروخانی کنم برای ساعت بسیار. قاسم جان لطفا سؤال با سؤال جواب نده، سؤال ما را با جواب جواب بده. من هر وقتی که یک ذره پیسه دار شدم با پای خود ساده شدم. امو رقم از نه؟ بازونو وقت بخیر آرسی بشنگی با یکی با روزایی برسه من آلی با پای کی استاد هست؟ آلی ما سر دست استاد میشم نشه قسیم جان که مثل که در هندوستان یک سلمان خان مجرد مانده، در افغانستان هم یک شاروخان مجرد مانده. ما به او سطح نیستیم روز، ولی کوشش میکنیم که آرسی بکنیم لیمه جان انشالله. خب موضوع دیگه ای که در استادیوم کابل در لیگ برتر یک جای فوق العاده زیبا داشت قسیم جان ابراهیمی که مورد توجه همه شما قرار گرفت و بسیار صحبت ها شد در موردش. میشدیم موردم صحبت کنی که خب ما میدیم که چقدر تلاش کردی، زحمت کشتی که بالاخره یه اجرا موفقانه باشه و تیرم به هدف خورد. بخیر باشه از یارسپ. یک چیز جالبه که من اول یک تشکر میکنم از دکتر سمی عامد، بسیار یک طنز مقبول زیبا رو برای من نوشته کرده بودن. وقتی که من مصطفی جان رفتم در میدان، امی گپای را که دکتر سمی نوشته کرده بودن بسیار مغلق بود، طنز بود برای خودتان، ما او رو تشریح کردم که چیز مقبول بود. او یاد ما رفت، او بیخی از یاد ما رفت. من که وقتی که رفتم یعنی آمادگی گرفته بودی برای آمادگی برش گرفته بودم. وقتی که در میدان رفتم اینقدر هیجان بود مریم جان، اولین باری بود که در افغانستان اینقدر نفوس ما در لیگ برتر یک جا میدیدم. اصلا جای نبود، جای پای نبود. اونم نیم از اون مردم دیگه در بیرون ساده بودن، شو گفتن مردم تا تایرای موتر در داده بودن، انداخته بودن در بین فدراسیون که بر ما تکت چرا نمیتین شما. یعنی علاقمندی مردم. وقتی که من رفتم یه هیجان مردم دیدم، بر ما 3.5 دقیقه فکر میکنم وقت داده بودن، ما 4.5 دقیقه گپ زده بودم، هنوز هم بر من میگفتن بس است. بس یک قسمت متوجه شدم گفتی صبر کنین، اشاره میکردم میگفتن بس کو. وقتی رزیک ما سر شاربال صاحب کابل گپ داشتم، سر حمدالله محب ما گپ داشتم، سر وزیر داخله و وزیر دفاع گپ داشتم، گپای کمدی بود تا اینکه میمونه بشه اینجا بگی بقیشا. خب امو آیا جان، امو وقت و امو دقیقاً آواز دقیقاً دیگه اگه بگویم شاید خودت خنده نکنی رقم فلاپ نشه. امو لحظه واقعا یک هیجان داشتی و بسیار تلاش هم کردی که نمون از پیش چیزه، ولی خب یک دفعه یک هوایش میاد، یک احساس میکنی امیال میشه که کل گپا را بگویم. باز وقت بعض وقتا باز کم شروع میکنی، کوشش میکنی زودتر خط بشکنی. این دیگه بس که این باز وقتا با تشویق مردم برمیخوره از یاسر. مردم که وقتی در اومدم که در میدان که قدر تشویق که ما دیدم، یعنی بسیار هیجانی شده بودم، میخواستم 10 دقیقه دیگه ما گپ بزنم، ولی باز وقتا می بگفتی خارجا بالا خاتون مودت معاف میباشه، مودت کاف بود، باز وقت گپت نمیه بالا. دلیلش چی بود قسیم جان؟ دلیلش یک کسی مرا وعده کرده بود که ما در لیگ برتر میایم که تو یک جای ما میرم. ما فکر کردم که در قات مردم آمده ششته و مو احساس و هوا ما ایره انجام دادم. متاسفانه که اون نفر از پشت پرده تلویزیونم نگاه نمیکرد، در یوتیوب رفتم خودم برش پلی کردم. او سایکو خوب بود دیگه. یک موضوع دیگه خب ای است که قاسم جان مجری برنامه پربیننده رو در رو هم هست و مردم ای که خب چطور میتونن در این برنامه اشتراک کنن؟ هر شبی را بسیار کامل و زیبا در برنامه میگی و حتی مردم میگی که خب به دریای کابل نرین، میتونین برنامه را از دریا هم ببینین.
میشه یک بار دیگه می تای مراحل توضیح بدی بر ما؟ یک کف از یاسو ما لیما جان خواهش بکنم یک کف بخاطر دقیقا من فکر میکنم دو هفته پیش که من در بامداد لایف آمده بودم فکر کردم که برنامه رو تکرار ما میبینیم شوخی میکنم مریم جان خانواده در این وقتا بسیار زیاد علاقمندی پیدا کردن من خصوصا دختر خانم ها که در افغانستان آزادی از اینا سلب از بالکل جملات خود میبینید دیگه آزادی از اینا بیخی سلب از اینا آزادی از اینا گرفته شده بیرون گشتن نمیتونن جای رفتن نمیتونن این برنامه های تفریح میتونه که برای اینا یک سرگرمی باشه و اینا در این شرایط بسیار سخت میان بسیار زیاد تشکر و اگر دوستای دیگه فامیل های دیگه میخواین بیان با 4 5 6 زنگ بزنن شماره 6 و دوبار شماره 2 افشار بدن بعد از صدای بیپ نام 3 نفر از فامیل خود بگیرن برای شما مردم عزیزم صحت عزت خوشی میخوام برای خود یک تا خوشو میخواد واقعا برنامه رو در رو هم یکی از برنامه های پربیننده ما است و با آمدن قاسم جان یک حال هوای دیگه گرفته هر شبش دیدنیست هر شبش جشنیست و باز جالب است که خود قاسم در رقم سازمون یک رقم رقص کنه ایتو اگر بس مریم جان ما از فامیل رقاصه نیستیم خب فقط اینه به خاطر خوشی مردم اینه بخواه استیپ هم بیاد داره شما امیره شما باید مرا مایکل جکسن کم ما و کرم شما شما اینه میره رقصای مایکل جکسن نفته قبول بکنیم مریم جان اینه می آخری زور ماز بگم باز یک کس دگاه هم یک رقص بسیار جالب دگه داره حساب که جایش باشه او در هر ساز میبینم از یاسم چه رقم رقص میکنن یک از دختر خانم هاست در یک از آرسی ها رفته بود در موبایل خود برای من نشان داد در تایم نان هیچ بیننده نداشت کل اگه در تایم نان بود در میدان این بیقم رقص کرده میرم سر اول نامش نون میه بسیار تشکر بسیار تشکر قاسم عزیز که آمدی به برنامه و برات موفقیت آرزو میکنیم انشاءالله که برنامه بسیار خوب بدرخشه بالاخره صاحب خوشوم شوی برای سید قربان شما گواری سید تشکر میشه میروانی کدی لیما جان خودت یه سوال نکدی من قاسم جان میگم من کل چیز در باری خودت میگم فقط میگم طرف بخواد نگاه کنم لطفا نگاه های آشقاله نکن طرف نه خواهش میکنم مریم جان خوشی من شما سید وقت ما پوره است خدافیزی کنیم با جمع از همکارا مادر مرا ناامید ساخت تشکر میکنیم از کسایی که تا این لحظات برنامه ما را همراهی کردن روز خوب و خوش داشته باشین خداحافظتان برای دیدن قسمت های جالب و دیدنی بامداد خوش اینجا را کلیک کنین و چینل ما را سابسکرایب کنین.